حکایت آهو در طویله خران. روزی بود و روزگاری، یک مرد شکارچی که از صحرا آهوی گرفته بود و شب که به خانه آمد دید هیچ چیز برای خوردن در خانه نیست. هرچه فکر کرد که آهو را بکشد و کباب کند دلش راضی نشد. آهو را برداشت، آمد سر کوچه. چند نفر ایستاده بودند. صیاد گفت: آهو را می فروشم. گفتند: چند؟ گفت: 50 تومان می ارزد، ولی چون من احتیاج دارم می دهم 10 تومان. وقتی مردم احتیاج صیاد را دیدند، یکی گفت: من 2 تومان می خرم. دیگری گفت: 3 تومان. یکی گفت: 4 تومان. یک مرد چاروادار یا همان چهارپادار که تعدادی حیوان چهارپا در طویله خانه خود داشت هم در آنجا بود. مرد چاروادار هم که از آهو خوشش آمده بود و پول زیادی داشت گفت: من 5 تومان می خرم و هیچ کس هم این نصف شبی آهو رو بیشتر از این نمی خرد. مگر یک آهوی خشک لاغر چقدر گوشت دارد؟ صیاد گفت: آهو را برای گوشتش نمی خرند. آهو آهو است، گوسفند که نیست. چاروادار گفت: خودت می دانی، خلاصه از ما 5 تومان می رسد. آهو را خرید و به خانه اش برد و آن را در طویله خرها رها کرد. آهو وارد شد و دید عجب جای وحشتناکی است. چند تا خر آنجا هستند و چند تا آخر هست و در هر آخر قدری کاه و یک حوضچه آب پر از آشغال و بوی رطوبت و سرگین و هوای خفه و طویله دربسته و همین. هنوز در فکر بود که چه باید بکند که خرها او را دیدند و نگاهی به یکدیگر کردند و پوزخندی زدند و یکی از خرها پرسید: تو دیگه کی هستی؟ آهو گفت: من هم یکی از بندگان خدا هستم. اسمم آهو است. در صحرا زندگی می کردم. یکی مرا گرفت و آورد به ارباب شما فروخت. او هم مرا آورد اینجا. خرها گفتند: بسیار خوب، هرچه هستی. حالا بفرما تو، اینجا هم خیلی جای خوبی است. ببین، حوضچه پر از آب است و آخرها پر از کاه و تا صبح هم هیچ کس کاری با اینجا ندارد. تو هم مهمان ما هستی، بیا هر چه میخواهی بخور و هر جا میخواهی استراحت کن، ولی مواظب باش زیر دست و پا له نشوی. آهو گفت: متشکرم حالا که هستم، ولی من این آب و کاه را نمیتوانم بخورم. شما به کار خودتان مشغول باشید، من همین گوشه ها هستم. خرها مشغول خوردن بودند و از این آخر به آن آخر میرفتند، یک دیگر را رم میدادند و در طویله میدویدند و گرد و خاک میکردند و آهو می ترسید و از این گوشه به آن گوشه می دوید و از زیر دست و پای آنها در می رفت و از ترس و ناراحتی و هوای پرگرد و خاک و بوی طویله داشت خفه می شد. خرها هم گاهی به او نگاه می کردند و به یکدیگر اشاره می کردند و می خندیدند و با هم می گفتند: آهو را باش، جانور عجیبی است. پاهایش مثل نی قلیان باریک است. شاخش را ببین، چشمهایش را نگاه کن، هیچ چیزش به آدمیزاد نمی ماند. هیچ چیزم نمی خورد و هیچ حرفی هم نمی زند و از این گوشه به آن گوشه فرار می کند و از ما می ترسد. به خیالش ما لولو خورخوره هستیم. و همه با هم می خندیدند. یکی از خرها که نجیب تر بود گفت: آخر او از جنس ما نیست و اینجا غریبی می کند و چون بچه است و کوچک شاید از ما می ترسد. ما نباید او را ناراحت کنیم، هرچه باشد مهمان ماست، باید آرام باشیم و کاری نکنیم که او بیشتر بترسد. همه تصدیق کردند و آرام شدند. آن وقت الاغ نجیب به آهو گفت: بیا بچه جان، بیا اینجا پهلوی خودم در آخر خودم غذا بخور. ببین چه کاه خوبی است، زرد مثل زعفران، درشت مثل برگ درخت، نرم مثل یونجه تر، شیرین مثل پوست خربوزه. هیچ نترس، کسی به تو کاری ندارد، بیا شامت را بخور. آهو گفت: از لطف شما ممنونم، ولی من کاه نمیخورم، بچه هم نیستم.
ولی ذاتاً نازک نارنجی هستم. هیکل من کوچک است ولی من به سهم خودم بزرگسال و کامل هستم. اگر آهو نبودم در نظر شما یک پیرمرد حساب می شدم. الاغ‌ها همه با هم خندیدند. بعد یکی از خرها گفت: خب بچه نیستی، پیرمرد که هستی. پیرمرد بیا اینجا پهلوی خودم جو بخور. و همه خرها خندیدند. آهو گفت: من هیچ چیز نمیخواهم. کاه و جو برای شما خوب است که به آن عادت دارید. دندان من با کاه و جو کار نمی کند. مرا به حال خودم بگذارید. یکی از خرها گفت: آها فهمیدم. این پیرمرد دندان ندارد. بیچاره پیرمرد، خب پس تو در صحرا چه میخوردی؟ باد هوا میخوردی؟ یا کسی برایت آش رشته میپخت؟ و همه خرها خندیدند. آهو گفت: خواهش میکنم سر به سر من نگذارید. آخر شما نمیدانید. من اینجا دارم خفه میشوم. جای من در طویله خرها نیست. نمیخواهم به شما توهین کنم. ولی خر خر است و آهو آهو است. هر کسی را یک جوری ساختن. من همیشه در صحراهای سبز گشتم و علف سبز خوردم. ملاحظه می کنید که من تقصیری ندارم. یکی از خرها گفت: خوبه خوبه، حالا به او رو دادیم. ببین چه حرفهای بزرگ بزرگی می زند. اینجا دارد خفه می شود. صحرای سبز و علف سبز و آهو خر نیست. بدبخت بی‌نوا کاه و جو به این خوبی را نمی‌پسندد و از ما علف سبز می‌خواهد. اصلاً خر هم خودتی. ولش کنید، بگذارید از گرسنگی بمیرد. آهو گفت: من هم همین را می‌خواهم. منو به حال خودم بگذارید و دلم را نسوزانید. آهو خیلی غمگین شده بود. ولی می‌دانست چه کند. چشم‌هایش پر از اشک شده بود و با خود فکر می‌کرد: ای کاش صیاد مرا به چاه انداخته بود و به این طویله نفرستاده بود. برای من هر پیش آمدی بهتر از زندگی با این ناجنس های زبان نفهم است. خری که از همه نجیب تر بود، وقتی اشک آهو را دید دلش به رحم آمد و رفت پیش آهو. گفت: ببین عزیز من، هیچ وقت گریه نکن. گریه هیچ دردی را دوا نمی کند. قصه خوردن و سر به زانوی غم گذاشتن هم فایده ندارد. از قدیم گفتند به دنیا بخند تا دنیا به تو لبخند بزند. ما را میبینی که میخندیم و گریه نمی کنیم. ما هم مثل تو دلمان از این زندگی خون است. ولی چاره چیست؟ حالا که اینطور قسمت شده و به این طویله افتاده ای، تو هم مثل همه باش. بگو و بشنو و بخند و قصه زیادی هم نخور. اگر میگویی طویله بد است، خیلی خوب بد است، ولی همانطور که ما میسازیم تو هم بساز. ما هم خیلی خوشتر داریم که توی باغ باشیم و علف سبز بخوریم، ولی وقتی که نیست نیست. خود رو که نباید کشت. باور کن کاه هم خوشمزه است. اگر تو هم کاه و جو بخوری مثل ما بزرگ میشوی و میشوی یک حیوان حسابی. ولی اگر علف سبز میخواهی، من حالا هرچه علف سبز توی کاه ها هست جدا میکنم و به تو میدهم. آهو که میدید آنها حرف او را نمیفهمند، بغض کرده بود و نمیتوانست جوابی بدهد. در این وقت یکی از خرها از گوشه طویله فریاد زد: آهای، یک دانه علف سبز هم من پیدا کردم. بچه ها، هر کس علف سبز پیدا کرد کنار بگذارد برای آهو. شما که میخواهید ثواب کنید، سبزهایش را به آهو بدهید. از گریه آهو دلم کباب شد. نگذارید این بیچاره گریه کند. خدا را خوش نمی آید. آهو جواب داد: لازم نیست برای من دلسوزی کنی. دلسوزی کردنتان هم خرانه با احمقانه است. من گدا نیستم که برای ثواب در راه خدا چیزی به من بدهن. گدا خودتان هستید. شما نمی توانید مرا بشناسید، برای اینکه من آهو هم و شما الاغ هستید. خرها سرها را برگرداندند و گفتند: دیگه چی؟ عجب جانور احمقی هستی. ما داریم به تو خوبی می کنیم و تو اینطور به ما متلک می گویی؟ یکی از خرها گفت: شیطان می گوید بروم یک لگد بزنم توی سرش. یکی دیگر گفت: علف سبز می خواهد و منت هیچ کس را هم قبول ندارد. یکی گفت: الان به حسابش میرسم. آمد جلو و یک لگد به پای آهو زد.
یکی دیگر هم آمد و بازوی او را گاز گرفت و آهو از ترس و درد بیهوش شد و افتاد. الاغ نجیب گفت: بد کاری کردید. او تقصیری نداشت. در دنیا هزار جور حیوان است. این هم یک جورش بود. خیلی ها هستند که زندگی و طرز فکرشان با ما فرق دارد. واجب نیست که همه مثل ما باشند و مثل ما فکر کنند. ما کاه و جو میخوریم، آهو نمیخورد. این که گناه نیست و زدن و بستن لازم ندارد. خیلی بد کردید که او را زدید. خرها گفتند: اصلا تقصیر توست که از اول نازش را کشیدی و او را گریه انداختی، وگرنه گرسنگی او را مجبور میکرد که همین کاه را بخورد و بگوید به به. دیگر صبح شده بود. مرد چاروادار به طویله آمد تا خرها را برای کار ببرد. دید آهو در کناری افتاده و نفس نفس میزند. آهو را به دوش گرفت و به خانه صیاد برد. گفت: ببین داداش، من جز یک طویله جایی نداشتم و دیشب آهو را فرستادم آنجا و معلوم می شود خرها با این آهو نمی سازند. او را زده اند و من دلم به حالش می سوزد. بگیر یک فکری برایش بکن و هر وقت پول داشتی 5 تومان مرا بیار پس بده. صیاد آهو را پس گرفت و چند روز او را نگه داشت تا حالش خوب شد. بعد او را به باغ وحش برد و به 50 تومان فروخت و پول چاروادار را هم پس داد. آهو را به قفس آهوها بردند و چون خیلی خوشحالی می کرد و می خندید، آهوهای دیگر او را سرزنش کردند و گفتند: عجب آهوی بیخیالی هستی، خوب است که می توانی در این زندان اینطور خوشحال باشی، از کجا آمده ای؟ آهو گفت: از جهنم آمدم، از این خوشحالم که اینجا هر چه باشد همه زبان همدیگر را می فهمیم. من بدتر از این را دیدم و اینجا نسبت به طویله خرها بهشت است و همنشینی با ناجنس و نااهل از جهنم بدتر است. اگر از این داستان لذت بردید، ویدیو رو لایک کنید و با دوستانتون به اشتراک بذارید. کانال رو که سابسکرایب کردید، در کامنت ها برامون بنویسید من سابسکرایب کردم. روشن کردن زنگوله یادتون نره.